کارت ملی ایران در راه جام جهانی. همونجور که دیدی توی ویدیوهای قبلی، ایران تونستش فتح کنه صدر جدول خودش و اومدش از گروه خودش بالا توی گروه A، یعنی زب داریم با هم دیگه می‌خوریم. ما چون اولی می‌خوریم به دوممونا که خوردیم به اکوادور. و شاید واسهتون سوال باشه که آقا سنگال چی شد؟ قطر چی شد؟ سنگال هم امتیاز اکوادور بود، اما به خاطر اینکه تفاضل گلش کم بود نتونست بیاد بالا. پس بدون مطلی بریم سراغ ادامه جام جهانی، ببینیم که ایران توی مرحله حذف میشه یا میتونه به مرحله بعدی بره. فکر نمی‌کنم توی مرحله بعدی بریم. بریم سراغ ویدیو. خب آقا ایران اکوادور ایم الان. بازی هم رو حالت لجند. حالا می‌خوام بهتون نشون بدم، حالا فرق نمی‌کنه، حالا می‌خوام شما ببینید. رو لجند و 15 دقیقه من هیچی دست ندادم، چون از سیو میادش دیگه رو همون لجند میمونه. بعضیا میگن روی لجند نیست، چطور داریم مثلا انگلیس رو 4 دور می‌بینی؟ قطعاً لجند نیست، بذارش رو لجند. آقا لجنده، یه جوری نشون بدم بهتون دیگه. وقتی من الان گروسی روی سیستم گذاشتم لجند، دیگه تو هر بازی نمیتونم دست بزنم، همون لجند هست. خیالت راحت. آقا می‌خوام بریم سراغ بازی. من راستی شجاع خلیل‌زاده رو اضافه کردم به تیم ملی، اما چون ما از قبل این کاپ رو یعنی شروع کردیم، شاید شجاع خلیل‌زاده اضافه نشده باشه. الان بریم ببینیم که اضافه شده یا نه. توی ترکیبمون من به جای یکی از بازیکن‌ها آوردم. اضافه نشده یا شده؟ اضافه نشده. نه نشده. اضافه نشده آقا. ترکیب رو باید ببینیم ترکیبمون اولا چه جوریه. خب ترکیبمون اینجوریه که از وسط ما اصلا نمیتونیم بریم، بخاطر اینکه خیلی وسطشون متمرکزه و ما باید از گوشه ها بریم. بذار ترکیب اصلی خودمون رو بیارم. ترکیب اصلی خودمون اینه. خدا رو شکر تا الان کسی هم مصدوم نشده. پس بریم بدون مطلی سراغ بازی ایران مکفادو. به نظرتون قبل از اینکه بریم سراغ بازی پیش بینی بکنید که ایران میتونه از این مرحله که اومده بالا بره بالاتر یا همین الان حذف میشه؟ به نظر خودم ما یا توی این مرحله حذف میشیم یا توی مرحله بعد قطعا احتمال فکر کنم بالای 70% حذف میشیم، چون هر چقدر که ما مراحل رو میریم جلوتر هوش مصنوعی هم قوی تر میشه، جدا اینکه حالا تیمای مختلفمون میفته هوش مصنوعی هم قوی تر میشه. اون لجند واقعی نیست، لجند خیلی قوی تر میفته بهمون. اینجا کجا تو قارن بازیکنای ما چه ورشکویه. بریم سراغ بازی. خیلیاتون گفته بودین که اینو یاد بده که چجوری دو تا بازیکن رو کنترل میکنی. من بهتون یاد میدم، اما الان اینجا نمیشه بهتون یاد داد. دهنم رفت میکروفون. بهتون بعدا یاد میدم. پاس به وسط، سردار از اون ور میتونه اتک بزنه. پاس میده مهدی طارمی به سردار آزمون. سردار نمیرسه به تو. برو برو تو پاش، برو تو پاش، وگرنه اوش. اکوادور انقدر قوی نیست. پاسشون میده اجاز جان بگز، میرسونه رو به جلو واسه سردار آزمون. آزمون خودش پاسشو داده. حالا طارمی میرسونه به اون ور. میلاد محمدی، جهان بخش، پاس میده به میلاد. میلاد زمینی، پاس آزمون به بیرون. چرا پاس دادن به بیرون؟ آقا حواستون باشه جان هر کی دوست دارین. یا علی یا علی یا علی یا علی، بیا بپوشون. یک پاس لبه خط زیبا واسه آزمون، واسه قلی. قلی میگیره توپو، منوال زیبا لبه خط. برو قلی. قلی پاسشو میده. نرسیدن. وای چقدر این بازی حساسه، چقدر این بازی حساسه. وای برو برو تو پاش، برو تو پاش، برو تو نیاد، برو تو نیاد، برو تو نیاد. اما ماشاءالله تیم ملی. یا علی. وای بد گل خوردیم. یه لحظه گفتم میره تو اوت. ای نباید ولش میکردم، نباید ولش میکردم. نوراللهی بیا جلو و کمک کن. اینجا باید نوراللهی بیاد جلو، مثل بازی های قبلی که من بهتون گفتم نوراللهی آوردم جلو گل زدیم. اینجا باید نوراللهی بیاد جلو. امیری هم خیلی خوبه ها، تو تعویضی ها از امیری باید استفاده کنم. امیری انگیزش خلاست. خلیزاده حواسم نبودش انگیزش پایین نیارمش تو. برسون بهش، برسون به وسط. حالا رو به جلو آزمون، خودش پاستاد آزمون. حرکت یه شوت بزن لاغل دیگه. گل میتونم بکنم به نظرتون؟ کاشتم بده. نگاه دسته ای که من دارم. جهان گل نشود. سر طارمی توپ رو درآورد، خود دروازه‌بان رفت تو گل. وای 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 وای. بیا ببن، بیا ببن، بیا ببن تا ته. یا علی. وای نه، برو 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 قلی،
قولی برو. یه لحظه تارمی و سلیت کرد، خودم منوال آزمون و سلیت کردم، اگر نه عمرن گل رو میزدیم. خدا شکرت خیلی بازی حساسه. تارمی جان من، انقدر مسمس نکن. آزمون قولی بده بره، قولی بده بره تک به تک. تمام، وحید امیری تعویض طلایی، 2-1 کامبک داشته باش. متیپیس چی شینده مدیبی هست؟ دقیقه 71 تو 2 دقیقه 3 دقیقه، چقدر؟ تو 2-3 دقیقه 2 تا گل زدیم. تعویض طلایی، یه دونه نوراللهی رو از CMF بشیدم IMF. تمام کاری که کرده بودیم قبلا. یه کم میکشم عقب وسط بازی کنیم. برو بزن. ای بابا احمق، واقعا بوز. گاو من سلکتش کردم، یه نیم متر باز تیرک فاصله داره، باز گل میخوره. نهان خلی بیا. نه دقیقه 80 ما واسه چی آخه گل خوردیم؟ توی دروازه مهدی طارمی، یه پاس زمینی و تو در. برو پیش همه، برو پیش همه خوشحالی کنی. وسط زمین که کی خوشحال میکنه؟ اوف خدایی قشنگ زدم، خدایی قشنگ زدم. حالا میخواییم بگین شانسی بود یا هرچی، من نمیدونم. ما گل رو زدیم ولی گل نخوریم. جان هر کی دوست دارین گل نخوریم، آدم باشین. طارمی به امیری، امیری رفت تک به تک. تعمیری چی دارم بگم؟ بیا حاجی‌صبی خودت برو. تمومه. سانتر تیز در میاره توپ رو، بزن سوتو بزن دیگه، بزن سوتو. همه بیاین دفاع. 93 چند ثانیه آخرین اتکه. یا علی گله رو نخوریم. تموم، سوتو بزن. تمام و میره بالا ایران. یکی چقدر بودیم؟ 3-2 بردیم بازی. مرسی خدا. ولی فکر کنم بازی بعده رو احتمالاً ببازیم، خیلی سخت شد کار. اکوادور رو 3-2 به زور بردیم. اینم بهترین بازیکن کی شد و ما به کی افتادیم؟ 10 تا شوت زدیم، 7 تا تو چارچوب. بهترین بازیکنم قلی‌زاده، خدایی حقش بود. ببینم با کی افتادیم که پارت بعدی می‌خوایم بریم. یا ما هم به برزیل نخورده باشیم. ایران مکزیک چیز آسونی، اما باید حواسمون جمع باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارین پارت بعدی رو بذارم سریعتر، حتما لایک های این ویدیو رو بترکونید و توی کامنت ها بگین که سریعتر پارت بعدی رو بذار که سریعتر با مکزیک بازی کنیم، ببینیم که بالاخره حظ میشیم یا میریم جلو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به 40K یا 50K. و ممنونم که تا قبل اینا کردید. فعلا تو ویدیوهای بعدی.